کمدتون چی داره؟ به یخچال تو کمده که. بابا اسکولن اینا چی اینا؟ بیسکویت و دواخونه. دوا مواد چی داری؟ اوه سگیه که. اجنبی های هرمخوری هم بابا اینا. همه سگی مگی میذاره. Hello. Good morning, sir. Good morning. I want to see my friend, Mr. Ghulam. Ghulam Hussein. Do you have his family name? Actually, I don't know his family name, but I'm sure that he's come about 10 minutes ago with a white limo. Are you looking for a doctor? No. He's not a doctor. Let me check it. Sorry, sir. We don't have his name. Could you double check it, please? چی شد پچه نمیای تو؟ ای بابا پچه هرچی سوت میزنم نمیاد. وا اینو روشن کن، هرچی انگوش میزنی روشن نمیشه. انگوش ببین خرابه. پاردون آها اینجوری بود. خب اینو خودم یاد گرفتم. دست درد نکنه. هلو غلام داشتم سر کار گذاشتی ما رو. الان منم تو میگه غلام حسین نداریم که. ای بابا غلام حسین چی بابا؟ کسی اینجا منو غلام حسین نمیشناسه. بگو دکتر کوروش افشار جم. چی دکتر؟ آره بابا ما دکتریم اینجا واسه خودمون. باید بیاییم ببینی بالا چه دم و دستکی داریم. کجای طبقه چم هم بیام؟ صفحش رو میایی بالا. بعد همینجور که اومدیم یه سمت راسته یه جا بود. حالا شماره شو نمیدونم. بجو اومدم. سن حرف میدنه نگاه دارم بالا میادم. ریشوش شک دوتون رو باید. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Docteur Afshar Jam, s'il vous plaît. Non, monsieur, on ne peut pas le voir. Okay. Can you speak English, Josh? Yes. I want to see Mr. Afshar Jam. No, you can't see him today. Go and tell him that I'm here, right now. What is your name? I'm his friend, I told you once. Okay, I told you can't see him today. You can't see him today. Okay. Wait. What? Wait. Just a minute. الو کجای کپک؟ همینجا دیگه بابا. طبقه چندی الان؟ داشتم من اعصاب ندارم میزنم این شتکش میکنم. بیا دم در. کجای پا؟ کجایی مگه تو؟ بیا جلو در دیگه. یارو گولاخه وایستده با یکی داره حرف میزنه. بیا تو. تو توی بیرونی کجا؟ من تو هم الان. جمشی غلام بابا ولش کن اینو. جمشی توی که بابا رفیق همه بذار بیاد تو. نه چه بکن بابا بیبرین تو بارا بابا اسکل کرده ما رو. مسیر تونه پپا. نه I speak English you can't go. بیجم این گولاخه خیس گیته. برو تو اتاق اینو دست به سرش کنه. برو تا سود نزدن پیدات نمیشه. همونجا بمون. اه
این چه قیافه یا از خودت من چه قیافه قیافه خودت نگاه کن Salut monsieur, ça va? Il y a un homme qui l'a mis de docteur, il est rentré sans permission. Qu'est-ce que je fais? Ne t'en fais pas, il n'ébrouille pas avant que. Oui, 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 avant que tu viennes. Oui, monsieur. غلام این تیپ خفنتم بیا بشین بینه خاک تو سر سیبیل رو که زدی ماشو نگاه کن کلاگیسه تو به من نمیخوری آخه لابد تو به این قیافت به ما میخوری دکتر که ایشدی تو دکتر که قضیهش مفصله ابی شیلنگ رو یادت آره با ابی شیلنگ ما رفته بودیم یه بانکی رو خالی کنیم باز شروع کرد باز هشپایی اومدی خلاصه رفته بودیم یه خورده کاری بکنیم یه دفعه دیدم یه صدا اینورم اومد نگاه کردم یکی رفت بالا اومد پایین بگو کی بود کی بود دکتر افشار جم خب ماشین زد بهش شتکش کرد کیفش هم پرت شد اونورتر ما رفتیم سراغ خود کیفش و خلاصه با هزار بدبختی ما این کیفه رو پیچوندیم اومدم کیفه رو درش رو واک کردم بگو توش چی بود دلار یورو پاسپورت بلیط کامپیوتر دستیشم اون تو بود چی بود کامپیوتر دستیه اینه که بیده لپتاپ همون لپتاپ لباس ما رو اسکول کردی خلاصه دیدم اونم هست و بعد از اون هم که دیدم ما تحت تعقیبیم دوبار پلیس رفته در خونه آقا جون دنبالم گفتم چیکار کنم اینجا بمونم که میندازنم هلفتونی گفتم منم جام بزنم خودم و جای یارو رو بپرم بیام این و خلاصه سوار تیاره شدیم و اومدیم اینجا خدمت شما خب اولاق من قرار نبود تو فرودگاه پاسو پاره کنی و پناهندشی چرا اومدم برم دستباب اینو پارش کنم یه دفعه دوتا از این گولاخا اومدن یکیشم همین بود زیر بغل ما رو گرفتن ولکم ولکم گفتن و ما رو از اچ آی وی آوردن بیرون از کجا اچ آی وی خاک بر سرت وی آی پی وی آی پی چه میدونم من خلاصه با این سوسی سفیده از درازه ما رو بعدش رو آوردن تا اینجا غلام کله خر رو با لیموزین از وی آی پی بردن اینجا آره نمیاد به ما چرا بعدشی خلاصه بعدش هم اومدیم اینجا و اینا فهمیدیم که یه دارو دستن هستن یه رئیس دارن یه لوره این لوره این پولا رو میده به یه پول داد به این یارو باقریه باقری هم هم دست این یکیه خلاصه این پولا رو داد به ما گفت ساعت 7 شب میاد دنبال ما ما رو میخواد بعدره ببره شرکت یه آزمایشی براشون انجام بدیم گویا این یارو یه دانشمند بوده یه کاری کرده ما قرار اون کارا رو بکنیم یه کنفلکسی هم قراره بدیم کنفرانس آره تو قراره کنفرانس بدی آره دیگه زبان بلدی که کنفرانس بدی خب تو رو گفتم بیا اینجا واسه چی قراره تو دین ماچ ما باشی دیگه داداش من 6 7 ماه اومدم فرانسه من زبانم کجا بود من انگلیسی بلدم حرف بزنم ببینم تو دو تا لوله آزمایش تو دست گرفتی که بتونی آزمایش کنی نه خب داداش لو میریم 10 سال میکنن تو الفتونیا حسن پپه کجا سلام فکر کن کجاست 4 سالمون توه نه بابا آره اینجا ایران نیست من میتونم آشناوزی کنم درت بیارم که بعد از این یارو یه ایمیلی آدرسی تلفنی چیزی ندارن اینا زنگ میزنن بیچاره میشیم ما بابا یارو الان رو تخت بیمارستان فکر میکنی فکر اینا زرنگتر از این حرفان بلند شو جمع کن بریم بودو جمع کنم کجا بریم آخه بریم خونه من اینجا من برو بیا دارم واسه خودم میذارم سر کار کدوم کار من خود کار میکنی اصلا داشتی من مهندسی کشاورزی اما تو کی مهندس شدی ما خبر نداری؟ مزرعه دارم واسه خودم. مزرعه هم داری؟ این تازه کار اولمه. نه. در ضمن اینجا خلاف کلن تعطیله یادت باشه. کار دوم حمل و نقل هوایی دروغ میگی جون تو تمام این محصولاتی که دارم با حمل و نقل هوایی میفرستم میره بابا ای والله تو خیلی کارت پس درسته تمام کار ایمیگریشنت هم با من چی میشه پناهندگیت همه رو درست میکنی همه رو بلنشو جمع کن بریم حالا آخه این یارو گولاخره چیکار کنیم یعنی اینجا گذاشتنش بپاد ما رو بشور کیپ یارو ببینم چیه توش بدو بیا اینم کیف اونو فعلا ولش کن و یه جوری اینجا داریم اگه فکر کردی من اولو میپرم پایین کور خوندی آناناس تو که میدونی من اولو بلندی میترسم احمقی دیگه فکر کردی من نینجا من این بالا بپرم پایین قیافت که به نینجا میخوره صف کن چیه بخواه صف بری تو قلام بودو برو یک کاغذ آچار رو بیا بهت بگم بودو کاغذ آچار بیارم کاغذش از آچار ولی ندارم خودکارم میخواد بس نکن خود تو اینا رو واکن بینم چی ها کنم بینم؟ خالی کنه این؟ واکن آره ای بنده
چیکار میخواد بکنه؟ چیکار میخواد بکنه؟ این همه رو خودم بگیشیم. سر کن، سر کن. آمار به چرخون توش. یه دار روش بزن، یه دار بزن. درش رو بیچه کن. یه دار بزن بکشم. بودو وسط رو جمع کن، بودو بینم پشت خوابو، دست ما رو یاده نر بودو، بودو خلو اومده بودو، عروسی که نمیریم درم ببن پشت، درم ببن بگیر اینا، این به زمین این زیر بگیر من این درش بزن Monsieur, docteur, what's wrong in there? Deux personnes. Oui, deux personnes. Je vous accompagne à table. Vous prenez du maladie. À ce va chic à ce dé. Salut. Salut. Je suis n'a connu car. Salam de la famille. Quand on te parle, on va. Je vais faire spécial et de la mort. Spécial. Spécial. Il y a une marsus. انگشتاتو میخوری؟ نه او این آش هستم هستم این با هم من اینو نکن من آبرو میگه چون نمیاره غذا رو مردیم گشتیم میاره من خودم ضعف کردم تو چی که نون بده بخوریم یه مش علف گذاشتی جلومون گشنگی مردیم نون بده بخوریم بیا غذا رو بار جمع کنه رو ببینم غذا رو آوار Thank you so much. بزن کردم چرا همچین میکنی آبرمون بری بیا جلو ببینم این چیه؟ این که قرنی تو رو بخوری تو قرنی رو بخوری بیا من خودم ردیفش بکنم پوستشو میکنم اینو برش دست من دلم آشو بگم میکنی داشت من بیا جلو بولا ای وای وسط رستوران Check, please. بیا تو. بیا ببینم. بزن زنگو. بابا. سلام علیکم. میبینم که جمعتون جمعه. داش غلام ما تازه امروز از تهران رسیده. غلام حسین. داش غلام در خدمت باشین. بفرمایید. بشین موری الان میام. بشین. فلاتو بردارا ببینم. مطمئنی این رستوران ایرانیه؟ من با چینی اسمشو گذاشتم.
سلام علیکم اشمت آقا. سلام آقا جمشید، خوش اومدین. نوکرتم. سلام علیکم. سلام داداش، خوش اومدین. ما تازه ترم رسید. خیلی خوش اومدین. کوچیکیشو. نوکرتم. غلام حسینم. زنده باشی ان شاء الله. چلکو. شرمنده مرامتم. دیر اومدی تموم شد. تا دو چای بزنی به بدن، یک کش اونجا مش میدم بخور یادگاری بمونه. اشکال نداره، اینجا اصلا کش بادم جونش معروفه. عباس ایرون هست؟ رفته خود خرتفت میگیره برمیگرده. واسه بازی خودشو میرسونه. بازی چی؟ دربیه داداش، دربی. دربیه امروز؟ بله. تمام لنگای حسرت به در میریزن اینجا. بیان حالشو ببرید. کجا بود؟ میبینمت برو. من با این کشکی با دمجونه سیر نمیشم. خانوم بخور سیر میشه. بیا بینم. غلام حسینم. مرتضی داداشی من چیز بخورم الان میام سرمیز میشه. چیکار داری میکنی؟ چیکار دارم؟ بلند شو بشین اونور. میرم آبرون اردی اونور. واسه چی بشین؟ بشین اونور بهت میگم. بذار بخوام بشینم پیش رفیقم حال کنم. بعد از اون آبرون میره. چرا آبرون میره؟ اونجا خارجه یکم باب سعیم باشی فکر کنن از اون هاشیم. از کدوم هاشیم؟ بلش کنم. برو بابا عدو اطفال دارم یه ریچه نونگر بش که حاله بگیم. هی ولی امشب یه دیسکولی جایی هم آنو ببر یه تکونی به خودمون بدیم بابا. خوش شدیم بدنمون. میریم اونجا میرم. این عباس ایرون که گفتم بیاد خودش تازه از کمپ اومده بیرون، کلی آشنا ماشنا داره. آه ببینم میتونم یه کار کنم تایم موندن تو کمپت کمتر شه. ای والا اصلا تو چرا خودت با ما نمیای تو کمپ؟ یه کار پناهندگیت رو جور کن دیگه. بهتر از این الافی تو خیابون با موتور داری میچرخی. دست درد نکنه داداش. بذار اینجوری داشتی تو کلا رد کردی نه چیو؟ ببینم ازدواج فامیلی نداشتین تو خانوادهتون؟ چرا داشتین؟ چطور مگه؟ همین مونگولی گیرم. من بیزینس دارم واسه خودم. میز چی؟ بیزینس چی؟ بیزینس یعنی شغل دارم، کار دارم. داستان کشت و صنعتو که واسهت گفتم. آها مهندسی تو. آفرین. یادم اومد. اولام یادت نره. حمل و نقل هوایی. مزرعه. آفرین. بریم مزرعه‌تون ببینیم. بریم ببینیم. تو هتل میموندیم بهتر نبود یه غذای درست حسابی می‌خوردیم؟ الان بالا شدیم اومدیم اینجا کشی بودیم جون می‌زنیم. میموندیم الان اونجا حال می‌کردیم، غذای خوب می‌خوردیم. خیلی کش نمی‌ارسی. شما او داره داستان داشته باش الان گولاخون تو چه وضعی داره. نو مسیو بوای سون خوی پتر که یوه اونه سون دی لدکتر اکیت اوک سون امی جسوی سور کل رومن ایسی سرمون ایل روویان دوسمیت. نو مسیو بوای سون خوی Peut-être qu'il y avait un incendie. Le docteur a quitté avec son ami. Non, monsieur. یه بار مثل آدم تعریف کن بگو ببینم چی شده. دورو بگی میزنم. Ils étaient en train de fumer. Et la chambre est envahie de fumée. خب بیشور این کجاش خنده داره؟ ها؟ کجاش خنده داره؟ دکتر مأموران هتل ندیدن کسی با این مشخصات از هتل خارج بشه. دوربینا چی؟ دوربینا چیزی رو ثبت نکردن؟ اجازه پلیس لازمه. نه نباید پای پلیس رو به وسط بکشیم، علی خصوص که دکتر ایرونیه. یعنی ممکن کاره رو کاپا باشه؟ بعید نیست. نیروهای امنیتی و جاسوسی بسیار پیچیدن، احتمالا اونا از ما جلوترن. سرویس های جاسوسی؟ در صورت فکر میکنم کاری آدم حرفه‌ایه. نه 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 نه، ولی زهران دکتر بیمیل خودش به اون آدم رفته. درسته، ولی کسی که تونسته این گنده بخو با یه ماده بخوری کنه حتما میتونه با یه آمپولی چیزی دکتر رو وادار کنه که با پای خودش بره بیرون. ای بابا خفه میشی یا بیام خفت کنم؟ چهار ماه؟ به خبره بابا این چه کمپیه چهار ماه نگه میداره؟ بابا کمپ ترکیه اتیاد یه ماه نگه میدارم ول میکنه آدم. داداشم من خودم جفشیش آوردم چهار ماه کار پناهندگیم ردیف شد. آدم میشناسم تو اون کمپ الان یه سال آویزونه. نه باور کن این کمپاش چجوری ها از خوش میگی داره اشغال میشه کم دیسکول میسکول داره یه حالی بکنیم یا نه؟ خیلی خجسته غلام جون. تو را اگه یه جا بذارم بگن حق نداری پا تو اینجا بذاری بیرون. پارادایس هم باشه بسید میشه این همون جهنم.
جمشید یادش من اومدم اینجا چه جوری بودم؟ من اومدم اینجا سن شکلی نبودم. تو این 4 ماه اینه 4 سال پیر شدم. اینجوری هم نیست نبا، چون به تو کلی خوش میگذره. بعدم 4 ماه سیگه میلیون تو میخوری میخوابی تمومش میره به کارش. اینجوری ها نیست. قضاش که چنگی به دل نمیزنه. جا خوابه بشم به شدت مزخرفه. چجوری بگم وسط یه پله از زندون بهتره. ای بابا یه پله که اصلا فایده نره، ما از اون ور کوویدیم اومدیم این ور که یه پله از زندون بهتر باشه. خب همون مملکت خودمون میرفتیم تو هلوف دونی، با ما اومدیم اینجا عشق و حال کنیم. نمیشه بگیم ما اومدیم خونه رفیقمون 4 ماه بعد مثلا پناهندگی بدن در خونه رفیقمون. چرا؟ چرا میشه؟ دوشم تو سینه سوخته ای، حبس کشیده ای، مزخرف ها چی میگی؟ سیبیلا رو زدی همه چی یادت رفت. دست تو بردا، فکر میکنم ما از اوناشیم. بعد میگم این مایه پایش چجوریه؟ مایه تیله داره توش یا نه؟ حقوق میدم بهمون یا نه؟ قد یه شام بخور رمی رو یه آلونک شبا از سرما نمیری بازن. همین نشم همین مردمشون گیر دادن که آقا باز چی مالیات ما رو میرزی دوش کم این خارجی ها؟ باست میدم احتمالا قطعش میکنم. باست میدم به ما رو گرست میدم. احمق تو رو داره میگه دیگه، تو الان خارجی. ما خارجی شدیم الان. ایوالو خوب بپر برم پناهندگی تو بگی خودم میذارم سر کار. آه لابد بیام پیش تو باقچه بیل بزنم و کود بدم با درخت ها و اینا. نه میذارم تو حمل و نقل هوایی کار کن. من حمل و نقل هوایی هم خوشم نمیام، من تیاره مجاره میترسم، بعدش هم ارتفاع بلندی حضرت هم میکنم. برنامه اشغال و اینا ردیفه ما میان. تو خودت چرا پنانده نمیشه اصلا تو که بیل زنی؟ گیرم دیگه گیرم. بپرس از عباس. عباس چند تا بود؟ یکی دو تا نروژ، بلژیک، 8. من از 8 تا کشور بزرگ صنعتی جهان دیپورت شدم. نمیتونم دیگه. ولی من بعدم میاد. بری پاتو بندازی رو پات، سر ما هم حقوق بیاد برات. بی خیال آقا ما پناهنده بشو نیستی. یه فکر دیگه باید بکن. خلاص داداش از ما گفتم بود. هرجوری که تصمیم بگیری. خودشون چای بدم خدمت. نوکرتم آقا اشمت. مرد استای باشو به زندگیمون برس. آشپزخونه رو گنگ گرفته. برو آشغالا رو بزن دم در. نشسته خاطره تعریف میکنه. بود ببینیم بابا. دم بسینم گرفته آقا. آقا شرمندم خدا وکیلی. کم کسی چیزی دارین در خدمتتون هستین. غلامتم. آلو دست دولت درد نکنه. بعد از ظهر یادت نره. لنگیا همه جمعه. بکی بابا رو شیش دایی. بعد از ظهر میبینم. خب بابا نکنه. بود ببینم. چی مالی هم نبود حالا تو گفتم جلو خوش خواهی 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 اومد اینجاست؟ آره باله این محل قدیم خودمون میمونه. این الان اینجا پاریسه؟ پس کجا؟ داشت دست به آب میکرد دیدی؟ چجوری ها؟ پاریسه دیگه داشتم اینجا همه چی عادیه. پلیس نمیگیره اینا رو؟ نه بابا عادت داره. ای والله این یافتاباده خودمون میمونه. جیمی با تو کار داره؟ آره قولم جلو نمیری ها. میشنسی؟ خودم علش میکنم. پلیز پلیز ویت بادی. I'm gonna give it back to you bro. I promise. But I need a few more days, please. I need money right now. Don't go in. Shut up, police. Please don't embarrass me in front of my friend. Shut up, I need my money. چی کار میکنی غلام؟ مگه نمیگم شر نکن. این گندلات این محله. منم گندلات دعواز دولا بنام. بزن یه پاشه قیصری بزنم کلیهاشو ناکار کنم. نورو میگم شر میکنه الان رفقاشو میاره. چی میخواد مگه؟ چنان طلب داره. چقدر طلب داره؟ پول میخواد؟ بیا این پول چقدر میخواد؟ بزن تو دهنش اینجوری. چی تلون دست کم گرفتی؟ دمت گرم. جبران میکنم. Take it. What about you? You Iranian bastard. My God. What you say? Say it again. Iranian bastard. عشق داداش. عشق. خوشم اومد فکش رو بود پایینو.
بچه فکر کردی ایران و ایرانی این ناموس هم میمونه. خوش اومدی غلام جون. یه ظاهر و باطن ببخشید. ای جان دلم، بچه ها مردن تشنگی. بچه ها تن اینو داشتی برو تو الان من بیام. ای بلو بابا دیسکولو برم. به 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 غلام این علم و صنعتتم. چه کردی اتاقو؟ غلام چیزی میخوری؟ نه داداش بیا زودتر ببینیم. خیلی باحاله. گیتارو تلویزیون قلمی پلیستیشن و دیویدی سی‌دی‌ویدی ها رو کف رفتی نه؟ به 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 دخترهای خوشگل و لوند و مانی من بمونو من؟ میرم براتون. منیجه سوسن. داشت خودم خوش اومدی. منیجه و سوسن بودن؟ دختره دیگه هم الهام الهه پارمیدا و پانتا. داشت خودم تازه تهران اومده. بفرمایی محوش فریوش. میگم تو کامل رد کردی آره؟ واسه چی؟ ازدواج فامیلی مامیلی نداشتی قبلا؟ ببندن تو اینا چی هم؟ علف هم؟ علف که مال گاو داشتی. اینا گیاه محترم شادون هست. اما گراس دیگه. تو واریس بهش میگم واری جوانا میزنی میری هوا. حمل نقل هوایی. آفرین اون شغل دوممه. قسمتی کشتش میشه کشاورزی کار اول، قسمت فروشش میشه حمل نقل هوایی. مزرعه که میگفتی اینه؟ نه 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 اصلش بیرونه. پول مول چقدر امراته بیا نشونت بدم. هرچی آوردی بذار منم یه چندر قاز پول دارم میذاریم بیزنس رو گندش بکنیم. حاضری؟ دادادادان اینا هم پسر من کیوان، کامران، کوشان، هوشنگ، حمید گرده. آب قد کرکره پایین آره؟ باز چی؟ مرد حسابی رفتی مواد فروش شدی؟ داشت من مواد کدومه؟ گیاه دیگه همه جای دنیا میفروشن. گیاهه؟ خلاف نیست؟ پلیس نمیگیره؟ پلیس اصلا به این کارا کار نداره. اینجا دست مافیاست. بارسی هوای مافیا رو داشته باشی. با هم داشت من میبین چقدر پول تو این کاره. اما گلدون ببین 400-500 گرم گیاه به ما میده. بگو حداقل حداقل گرمی 10 یورو کمه. مرد حسابی ما رو تو پرقو کشوندی بیرون آوردی جیب یه فلگی علف بکنی. یارو لوره رو که دیدی قرار بود دسته دسته یورو به ما بده. الانم دیدی که چقدر به ما یورو داد. فهمیدم چی شد چی شد. نکنه فکر کردی یه لیموزین رو واسه خودت فرستاده بداره؟ آره آره آناناس دوام زدی خود یاروی. پنندگیت هم درست بشه داشته من تایش کی میشی؟ عباس ایرون. هرچی باشه بهتر از اینه که جوانهای مردم رو ناکار کنن. بابا همه رو بمیداری چلی چتشون میکنی آه ننش بیفته دنبالت زمین گیر میشی. نمیذاری دیگه. این نیست. این بیزنس سه تا قانون داره واسه ما. قانون اول جنس خوب میدی دست مردم پول خوب میگیری. قانون دوم به ایرونی جماعت جنس نمیفروشیم. قانون سوم زیر 18 سال مواد نمیفروشیم. ایرونی خارجی هم نداره. دیل؟ نه خیر من این کاره نیستم. آقا جون ما خلاف ملافو بوسیدیم گذاشتیم کنار. قول دادیم به آقا جونم که دیگه خلاف نکنم. اومدم اینجا مثل آدم حسابیا زندگی کنم. فهمیدی چی شو؟ ما این کاره نیستیم. خلاف بی خلاف. داشتن شاه اصلا مثلا نری بلنشو سنجاق سرتو واکن بلنشو برو دوشتو بگی. بودو ببینم. بودو تا من غذا درست کنم. الان به جمع یخ کرد. دارم میام تموم شد. حوله بده. حوله رو وسط گوشتم پشت در بودو. یعنی بیرون چه خبره؟ دعوا شده؟ آره بابا این همسایه هست دیوونه هست. چی؟ همسداد نزن. میگم همسایه هست خلو چله مست میکنه شما میفته به جون زن و بچهش. عربه نه؟ آره عراقیه. چشم مرتی که خالی بسته که محافظ صدام حسینه تا بتونه پناهندگیشو بگیره. صدام حسینه؟ غلام این باتری داره لپتاپه؟ اشتایی واسه ما میاری صدام که مرده که. آره باتری داره. بیا غذا یخ کرد بیا. چی بارتونه؟ ای
خدا عمرت بده. میگم این زنه داره سقط میشه، نمیخوای کاری بکنی؟ اوه تو کیف منه چی کار داری دست کردی؟ خودم بشین جلوی من. ببخش. نه چیه؟ فیلمه؟ چیه آزمایشات؟ اه، این که همون دکتر هستی اسکول؟ این آره همینی شبیه خودم شده نه؟ این آره همینی سه دو یک سلام، من دکتر کوروش افشارگرم هستم و خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. این یه بطری آب هست، آب زلال، که اول از همه خاک تجمه این خاک رو با شنو ماسنگات شده من میریزم توی این بطری. خاکی تو آب بسید که؟ و آب آره چدر شده هم میزنم که بیشتر کنه. حالا میرسیم به مهمترین نکته این اکسشاف. این یه پودری هست که من فعلا نمیتونم بگم از چه موادی تشکیل شده. این پودر رو من میریزم داخل این بطری و باز دوباره بطری رو بتکون. حالا این بطری رو من میذارم اینجا و تا چند ثانیه دیگه خواهید دید این بطری چه اتفاقات میفته. حالا آرام آرام میتونید این بطری رو ببینید که به چه شکلی در اومده. این آبی که اینجا میبینید، یکم برو آرام‌تر، این آبی که اینجا میبینید، این آب هم آشامیدنی هست و هم میتونه این آب سوخت باشه، یعنی سوختی بدون آلاینده. داره میخوره آب گلو خورد؟ یعنی چی؟ نمیره؟ من فکر میکنم این بزرگترین آزمایش قرنهای اخیر خواهد بود، چرا که به نظر میرسه دنیا میتونه متحول بشه با این آزمایش و ما میتونیم به منابع آبی خیلی خیلی زیادی برسیم و سوختهای فسیلی رو فراموش کنیم و نگران سوخت و آب آشامیدنی و منابع آبی نباشیم و میتونیم در کمال آرامش با هم دیگه زندگی بکنیم بدون اینکه هیچ مشکلی داشته باشیم. یعنی چی؟ حالا؟ این همینه دیگه نه؟ آره این همون پوتره است. غلط نکنم پولدار شده.